سلام خوش اومدیم به دهمین ده و آخرین قسمت از سری فتوشاپ مقدماتی توی این ده قسمت تقریبا یاد گرفتیم که چطور فتوشاپ رو باز کنیم با چه گزینه هایی مواجه میشیم اول از همه که بازش میکنیم یه تغییرات و ادیتی هم روی عکسمون یاد گرفتیم که انجام بدیم امروز که آخرین قسمت هستش یاد میگیریم که چطور بخوایم عکسمون رو کراپ و ریسایز بکنیم و تقریبا کارمون با عکسمون تموم میشه از این به بعد میریم سراغ آموزش های حرفه ای تر آموزش کاربردی تر اینکه چطور میتونیم از فتوشاپ استفاده کنیم برای کارهای گرافیکی یا کارهایی که مربوط به کاسا هستش پس بدون اینکه وقت تلف کنیم بریم سراغ آموزش امروز خب اومدیم تو محیط فتوشاپ اگر که شما دکمه سی رو روی کیبوردتون بزنین کراپ تولتون براتون انتخاب میشه یا میتونین از این قسمت انتخابش کنین اگر که اینجا نیست ابزار کراپتون یا هر ابزار دیگه که لازم دارین توی این ویدیویی که بالا براتون میذارم توضیح دادم که چجوری میتونین یه سری ابزارهایی که اینجا نیستن اضافه کنین یا حالا اینجا رو خلوت‌تر بخواید بکنین بعد از اینکه کراپ تولتون انتخاب کردین یه سری نقطه چین کنار عکستون به وجود میاد که با اونا خیلی راحت میتونین عکستون رو به هر فرمی که میخواین کراپش بکنیم و خب کار سختی نیست مونتا یه سری آپشنایی داره کراپ تول ما که میخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم اگر ابعادی که میخوایم برای عکستون کراپش بکنیم براتون مهم هستش اولا یه سری نسبت ها هست اینجا میتونید اونا رو انتخاب بکنیم مثلا اگر میخوایم مربع باشه میتونید اون انتخاب کنیم بعد عکستون رو به هر شکل و فرمی که میخواین جابجا کنیم که اون قسمت براتون کراپ بشه اگر نه مهمه که اندازش خودتون وارد کنیم میتونید گزینه رو انتخاب بکنین و حالا مثلا میگیم که میخوایم 20 اگر تب و بزنین میره روی گزینه بعدی 20 درسی باشه و از اینجا اوکی رو میزنید و, می و عکستون به این فرم به این اندازه براتون کراب میشه من اینجا کلیرش رو میزنم و اینا از حالت کراب خارج میکنم یه سری گزینه های دیگه این بالا داریم که میخوایم در مورد اونا صحبت کنیم ببینیم هر کدوم از اینا برای ما چه کاری انجام میدن خب من اول برای این گزینه رو براتون توضیح بدم مفتولم و انتخاب میکنم عکسمو یه کوچولو زاویهش رو تغییر میدم که اینو میخوام راجبش براتون صحبت بکنم این گزینه که اینجا توی یه بار دیگه کراپ تولمو انتخاب میکنم یه گزینه هست اینجا که اگر من اینو کلیک بکنم میتونم خط افقم رو به هر شکلی که میخوام مشخص کنم اکسامو با توجه به همون خط برای من کراب میکنه مثلا فرض کنید که من میخوام این نوشته که اینجا هست به صورت صاف قرار بگیره خودش برای من اینو به این شکل کراب میکنه یا اینکه من میخوام این خطی که این پایین هست خط افق من باشه وقتی که انتخابش کنم خودش متناسب با این خط عکس منو کراپ میکنه که حالا اگر خواستین که لبه هاش مشخص نباشه میتونین یه ذره کراپتون رو کوچیک‌تر کنیم بس این گزینه استریتن این که اینجا هست در واقع کاربردش برای ما این هست من عکسمو برگردونم به حالتی که بود گزینه بعدی که اینجا هست اینه که وقتی شما ابزار کراپتون انتخاب میکنین این خطایی که براتون وجود داره کدوم باشه میتونه قانون یک سوم باشه هر کدوم از این قوانینی که توی عکاسی وجود داره معمولا اینجا هستن که میتونین انتخاب بکنین حالا اگر من اینجا کلیک کنم میبینین که حالا شکلهای مختلفی که هست رو برای من نشون میده من طبق اینا میتونم عکسمو رو کراب بکنم که معمولا به صورت دیفالت روی این قانون یک سوم هست و خب بهترم هستش که روی همین باشه گزینه بعدی ستینگ مربوط به حالا وقتی شما مثلا میخواین کرابو رو به این حالت انجام بدین مربوط به نمایش این قسمت های اطرافش هستش که حالا چجوری میخواین این قسمت ها رو براتون نشون بده اصلا اون قسمت هایی که قراره کراب بشه رو براتون نشون بده نشون نده حالا چیزای مختلفی داره که معمولا به همون حالتی که توی دیفالتش هست بهتره ولی اگه خواستیم میتونین هر کدوم رو تغییر بدین ببینین که شکلی که هست به شکلی براتون در میاد شاید با اونا شما راحت تر باشین گزینه بعدی دیلیت کرابت پیکسلز هست به چه معناست؟ وقتی شما عکستون رو کراب میکنین وقتی این تیک خورده باشه و شما اوکی بکنید اگر که بخواید بعدا دوباره برگردید و حالا این ابعاده که را بزرگتر بکنید همونطور که میبینید اون ها دیگه از بین رفته ولی اگر شما تیک این قسمت رو نزنین هر زمان که بذارین من تیکش رو وردارم برگردیم به عقب مثلا فرض کنید که من این قسمت رو کراپ کردم این تیک نداره و اوکیو میزنم حالا میخوام برگردم کراپم پشتیمون شدم میخوام بزرگترش کنم یا هر چیزی این قسمت هایی که قبلا کراپش کردیم اینجا وجود داره ولی اگر این تیک رو زده بودیم دیگه از بین رفته بود و کارش نمیشد کرد گزینه بعدیمون کانتنت اور هست این به چه معناست فرض کنید که من عکسمو به این شکل کراپش کردم و میخوام یه کراپ تقریبا مربعی طور داشته باشم یعنی خیلی عکس هم کشیده نباشه اگر من این تیک کانتنده رو بزنم خودش به آنالیز کردن بقیه این قسمت های عکس برای من این قسمتی که خالی هست رو بازسازی میکنه معمولا وقتی که عکسمون پر از جزئیات باشه این کار براش سخته که انجامش بده اما اگر عکسی باشه که ساده است کارش رو خیلی خیلی خوب انجام میده توی عکسایی هم که طرح و حالا بافت و جزئیات زیادی داری معمولا کارش بد نیست ولی چون مشخص میشه که یه فرمی رو تکرار کرده یه ذره که خودتون روش تغییرات ایجاد کنیم مثلا این قسمت رو الان برای من اضافه کرد خیلی هم کارش بد نیست فقط من باید این شکلهایی که مشخصه که تکرار شده رو خودم بعدا با استمپ هم درست کنم پس هر زمان شو... که شما میخواین کرابتون رو بزرگتر کنین از اون شکلی که هست یا حالا فرمش رو تغییر بدیم مربعی مستطیلش کنین مستطیل مربعش بکنین یا هر چیز دیگه اگر این کانتنت اورتیک تیک خورده باشه این قسمت هایی که اضافه هست و هیچ چیزی ما توش نداریم رو برامون خودش به صورت خودکار یه شکلی از کلیت عکسمون ایجاد میکنه همونطوری که گفتم میبینین اینجا که مشخصه که این فرم تکرار شده ولی اگر یه ذره با استمپتون روش کار کنین واقعا کارش رو خوب انجام داده اینم تمام آپشنایی بود که کراب تول داشت اگر خیلی خلاصه و مختصر بخوام بگم اینه که شما از این قسمت میتونین ابعاد مختلفی که برای عکستون میخواین رو وارد بکنین که حالا چه ابعادی برای چاپ یا برای هر فضایی که میخواین عکستون استفاده کنین به صورت مجازی میتونین ابعادش رو وارد بکنین میتونین اونو طبقه یه خط افقی که دلتون میخواد کراپش بکنین و اینکه از این خط های راه کمک بگیرین برای اینکه کراپ قشنگ تری بخواین انجام بدین معمولا سعی کنین که دیلیت کراپت پیکسل رو تیک نزنین و کانتن برای این بود که اگر میخوان کراپتون می بزرگتر از اون فرمی که خودتون تو عکس دارین باشه میتونین تیکشو رو و به صورت خودکار براتون این قسمت ها رو بازسازی میکنه خب اینم از آخرین قسمت سری فتوشاپ مقدماتی تو ویدیوهای بعدی همونطور که گفتم میریم سراغ آموزشی که یکم حرفه تر و کاربردی تر باشه چه برای عکاسی چه برای کارهای گرافیکی اگر بخوایم خیلی سریع مرور بکنیم که توی این ده قسمت چه کارهایی انجام دادیم تو ویدیوی اول درباره فضای کلی فتوشاپ و تمام ابزارها و منوهایی که داره صحبت کردیم تو ویدیو دوم رفتیم سراغ مهمترین ویژگی فتوشاپ یعنی لایه های مختلف و اینکه ماسک به چه معنوس و چه کاری برای ما انجام میده تو ویدیو سوم یاد گرفتیم با کمک چه ابزارهایی میتونیم یه عنصر یا یه بخشی از عکسمون رو حذف کنیم دو قسمت چهارم در مورد این صحبت کردیم که چطور با کروز یا لولز نور عکسمون رو اصلاح کنیم تو پارت پنجم تمام اجازم نیلا رو که بررسی سریع کردیم و هر کدوم جداگانه رو عکسمون امتحان کردیم تو ویدیو شیشم در مورد صحبت کردیم چطور فقط یه بخش از عکسمون رو انتخاب کنیم و تغییرات رو فقط روی اون انجام بدیم تو ویدیو هفتم رفتیم سراغن که چطوری میتونیم رنگ یه بخشی از عکسمون رو تغییر بدیم تو قسمت هشتم در مورد موف تول و صحبت کردیم تو قسمت نهم نه براش تول رو بررسی کردیم و تو قسمت آخر در مورد اینکه چطور عکسمون رو به نسبت دلخواهی که میخوایم کراب کنیم امیدوارم این ده قسمت به دردتون خورده باشه اگر یه موری روی هر کدومشون انجام بدین واقعا هر چیزی که برای شروع فوتوشاپ لازمه رو یاد میگیرین اگر سوالی داشتین میتونین توی کامنت ها ازم بپرسین مثل همیشه میگم که یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین اگر ویدیوها رو دوست داشتین لایکشون کنین و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون